سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگوید که این وزارت در 3 ماه پس این 6 تن را در پیوند به انجام سحر و جادو بازداشت کرده است. سیف الاسلام خیبر میافزاید که شمار افراد بازداشت شده به اتهام سحر در کشور به بیش از 200 تن رسیده و پرونده های آنان به نهادهای عدلی و قضایی کشور سپرده شده است. تیرو درو کلونو که 200 کسانان نیول شوی دی او پروانو یا ورستی یو درې میاشتو کې دغه تعداد باندې شپږ کسان نور هم اضافه دي چې هغه د هیواد په جنوب او په شمال کې نیول شوي دي. برخی از پایتخت نشینان نیز با استقبال از بازداشت جادوگران میگویند که آنان با کارگیری از سحر در کشور سبب مشکلات گوناگون در میان خانواده ها می شوند. جادوگرها کسایی که پال بینا است، اینا اگر همیشان جمع آوری شو کار بسیار خوب است، چون در اسلام همی نامشروع است، کار خوب نیست. همی خواهشمند فقط همی جادوگرها بیاره، همی مکمل جمع‌آوری شوه و بعد سزای مال خود چی شوند. در همین حال شماری از عالمان دین میگویند که نیاز است از طریق منابر و مسجدها به مردم درباره ضررهای مراجعه به ساحران آگاهی داده شود. دیدی په خلاف باندې له منابرو نه علما او خصوصا په دې میډیا له لارې نه د دې په خلاف باید غږ پورته شي او خلکو ته یو څه اګاهي ورکړلی شي چې خلک د دغسې خلکو خواته لاړ نه شي کوم چې د ټولنې د فساد لامل ګرځي او ټولنه بربادۍ خواته بیایي. پیش از فرمان وزارت امر به معروف و نهی از منکر در باره بازداشت جادوگران، آنان از سالها به این سو در مرکز و ولایت های کشور به گونه آزادانه فعالیت داشتند.